قیمت نفت می رود تا به دوره بحرانی دیگری کشانده شود. در این حال بسیاری از تحلیلگران سقوط قیمت نفت را به خاطر افزایش تولید نفت ایران در پساتحریم می دانند. اما ایران می گوید که خود را برای بدترین بحران نفتی آماده کرده و تحت هیچ شرایطی تغییری در طرح افزایش تولید خود نخواهد داد. روز سه‌شنبه 24 آذر ماه در بازار نفت نیویورک و لندن قیمت نفت با کمی تغییر همچنان در پایین‌ترین سطح خود در 7 سال گذشته داد و ستد شد و روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز میگوید که قیمت نفت در سطحی بحرانی در نوسان است. بسیاری از تحلیلگران بی‌نظمی مطلق در آخرین اجلاس اوپک در وین و افزایش تولید نفت ایران در پساتحریم را از عوامل اصلی سقوط قیمت نفت عنوان کردند. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، امیر حسین زمانی نیا معاون وزیر نفت گفته است که قیمت نفت میتواند همچنان به سیر نزولی خود ادامه دهد، اما این امر در پساتحریم به طور قطع هیچ گونه تغییر و یا تأخیری در طرح افزایش تولید و صادرات نفتی ایران نخواهد داد. آقای زمانی نیا گفت که ما خود را برای بدترین وضعیت و یا به گفته وی سناریو آماده کرده ایم. دکتر کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورت‌ایسترن، اظهارات آقای زمانی نیا را درست و در راستای منافع ایران می داند. در کوتاه مدت این نوسانات نفت ممکن ادامه داشته باشه و به یه مقداری شاید حدزینم پایین تر بره، ولی به طور کلی در یک میان مدت و بلند مدت که بخوایم بگیم قیمت نفت به احتمال زیاد ثبات خواهد یافت و بعد دوباره شروع به بالا رفتن خواهد کرد. اینی که صحبت میکنن میگن ایران باعث این ماجرا شده، این حرف نادرستیه، برای اینکه سهم ایران در کل خیلی ناچیزه و بعدم اون مقداری که ایران اضافه کرده امکان نداره که باعث شده باشه که قیمت نفت از 100 خورده دلار افتاده باشه به بالای 30 دلار. بنابراین این رو گردن ایران انداختن درست نیست. از نظر ایران، ایران بایستی تولیدش افزایش بده، صادراتش افزایش بده و سعی کنه در حتی حدی که امکان داره سهمشو از بازار نفت احیا کنه. شرکت مالی گلدمن ساکس با توجه به قصور اوپک در تغییر استراتژی میگوید که اوپک دیگر کنترلی در سطح تولید اعضا و یا تعیین قیمت در بازارهای نفتی ندارد. از این رو قیمت نفت ممکن است به بشکه 20 دلار برسد. اشکان سلطانی، صدای آمریکا.